برای تأمین مسکن مناسب باید مبارزه کرد. روز دوم دیما حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرگزاری حکومتی فارس گفت که در حال حاضر حدود یک میلیون و هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد. طبعا در این آمار مسکن مازاد بر نیاز ثروتمندان که به ندرت مورد استفاده قرار میگیرند را به حساب نیامده است. به گزارش خبرگزاری دولتی مهر علی دهقان کیا عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران قبلا گفته بود که بر اساس برخی اطلاعات 90 درصد نیروهای قراردادی و به ویژه نیروهای با قرارداد موقت مشمول قانون کار فاقد مسکن شخصی هستند قبلا مقامات ادعا کرده بودند که فقط 6 میلیون از 11 میلیون نیروی مشمول قانون کار فاقد مسکن هستند. حتی اگر بر طبق این آمار بپذیریم که 5 میلیون بقیه نیروی کار دارای مسکن هستند، آنان در حواشی شهرها و در خانه های غیر ایمن و نامناسب و محروم از امکانات و خدمات شهری به سر میبرن. علی دهقان کیا خاطر نشان کرد در حال حاضر نیز دستکم و در حالت خوشبینانه 50 درصد حداقل دست کارگران برای پرداخت هزینه اجاره مسکن می رود. متاسفانه با وضعیت فعلی حقوق ها و دریافتی های کارگران امکان خانهدار شدن برای اکثریت قریب به اتفاق آنان وجود ندارد. وی در ادامه گفت متاسفانه به دلیل پایین بودن درآمد کارگران به ویژه کارگران حداقل بگیر اساسا امکان وام گرفتن و پرداخت اقساط ماهیانه حتی به میزان تا دویست هزار تومان نیز وجود ندارد کارگران نه تنها قدرت تأمین هزینه های مربوط به مسکن را ندارند بلکه در تأمین منابع مورد نیاز مایحتاج روزانه خود نیز دچار مشکلاتی هستند حادی ابوی عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای سنفی کارگران اظهار داشته است که دولت باید به امر خانهسازی برای کارگران اولویت تام بدهد زیرا هزینه اجاره مسکن در کلان شهرها دستکم بین 600 تا 700 هزار تومان است او گفته این موضوع یعنی اینکه کارگرانی که تنها حداقل دستمزد 609 هزار تومانی امسال را دریافت می کنند باید تمام درآمد خود را تنها برای اجاره مسکن اختصاص دهند و برای تأمین سایر نیازهای زندگی به مشاغل دوم و سوم روی بیاورند اعضای دولت روحانی در مقابل این موزل بزرگ اجتماعی فقط به دادن وعده سرخرمن اکتفا کردند. به گزارش اقتصاد نیوز روز 23 آذر ماه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران اظهار کرد حدود 11 میلیون مسکن باید ظرف یک برنامه 12 سال ساخته شود که از این 11 میلیون سالانه حدود 200 هزار واحد در حوزه حوزه روستایی و حدود نیم میلیون در حوزه شهری است. قبلا خبرگزاری حکومتی مهر از قول علی ربیعی وزیر تاوان کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که دولت یازدهم پس از رها کردن طرح شکست خورده مسکن مهر طرح جدیدی به نام مسکن امید را در دستور گذاشته با این ادعا که 3 تا 6 میلیون کارگر فاقد مسکن را طی یک دوره پنج ساله دارای مسکن کند دولت روحانی در شرایط این وعده ها را می دهد که حتی در پرداخت حق مسکن ناشیز کارگران شاغل امروز به فردا می کند. تا کنون کارگران بارها بدون امید بستن به وعده های توخالی دولت تدبیر و امید برای تأمین مسکن به اعتراض و مبارزه روی اند. برای نمونه در اوایل آذر ماه صدها تن از رانندگان شرکت واحد در مقابل شهرداری تهران گرد آمده و نسبت به عدم پرداخت کمک هزینه بلاعوض مسکن دست به اعتراض دادند. رانندگان شرکت واحد با سردادن شعارهایی چون مسکن مناسب حق مسلم ماست، خصوصی سازی را رها کن، فکری به حال ما کن، کارگران بیدارند از حق کشی بیزارند، خانه ما رو آبه، مدیر ما تو خوابه و همچنین با حمل پلاکارت هایی در همین رابطه برخواسته های خیش پافشاری کردند. پس از آنکه چند نفر از اعضای شورای شهر و شهرداری معمور رسیدگی به مطالبات آنها شدند، رانندگان محل را ترک کردند. کارگران به هنگام ترک محل اعلام کردند در صورت عدم رسیدگی به خواسته هایشان دوباره دست به اعتراض خواهند زد. گذشته از آکسیون های اعتراضی برای تأمین مسکن و یا دادن حق مسکن کارگران از هر فرصتی استفاده کرده و مطالبه تأمین مسکن ایمن و مناسب برای شهروندان را در مقابل دولت مطرح کرده اند. معمولا یکی از بندهای قطنامه های روز جهانی کارگر همیشه مربوط به این مطالبه بوده است. کارگران پیشرو همیشه و به درستی گفته و نوشته اند که تأمین مسکن مناسب با تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و وسایل خانگی حق مسلم هر شهروندی است. برای تأمین مسکن نباید به وعده های دولت روحانی و یا هیچ کدام از جناهای رژیم دلخوش کرد. مسکن ایمن و مناسب فقط توسط مبارزه متشکل و قدرتمند قابل دسترس است. بودجه و امکانات دولت که حاصل منابع و ثروتهای این جامعه و محصول استثمار خود کارگران است باید به قدرت مبارزی یک پارچه کارگران در خدمت تأمین رفاه اجتماعی و از جمله ساختن خانه های ارزان مقاوم و برخوردار از خدمات کامل شهری قرار گیرد در این میان نباید فریب تشکلهای زرد و رسانه های داخلی و خارجی خط رسمی را خورد که پیرامون اقدامات دولت روحانی امید کاذب درست می کنند. تنها در صورتی که کارگران به مبارزه متحدانه و متشکل روی بیاورند می توانند بهبود وضعیت مسکن را به رژیم جمهوری اسلامی تحمیل کنند. مبارزه برای تأمین مسکن مناسب باید بخش جدایی ناپذیری از مبارزه برای افزایش دستمزدها متناسب با تأمین یک زندگی انسانی تأمین بیمه بیکاری مکفی تأمین ایمنی محیط کار و نظایر آنان باشد تا زمانی که این مطالبات تحقق پیدا نکردهاند باید به جنبش اعتراضی و مطالباتی کارگران دامن زد و بر متن این جنبش تلاش و فعالیت‌های سازمانگرانه را بیوقفه ادامه داد.